محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو با من همراهی میکنه. نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که آقای ولایتی داشته. با توجه به اینکه مشاور رهبر جمهوری هست در امور بین‌الملل، به نوعی میتونیم بگیم گفته‌هاش بیان نظرات علی خامنه‌ای هست دیگه، اگر بخوایم با این نگاه بهش نگاه بکنیم در این مصاحبه چه صحبت‌هایی شد؟ ببینید، حرفایی که ولایتی زده به نوعی مانیفست سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و انعکاس اون چیزهایی است که در خلوت آقای خامنه‌ای به اون فکر می‌کنند. اینو دقت بکنیم که اینها در آیه ولایتی نزدیک هست به خامنه‌ای، بسیار 8 سال وزیر خارجه‌اش بوده و در تمام این سال‌ها هم مشاور عالی امور خارجی ایشون بوده. میشه تصور کرد که در اون شب‌های خوش بیت که با هم دیگه می‌نشینند و نقشه زمین رو می‌گذارن جلوی خودشون پهن می‌کنن و اینور اونور شو به هر حال می‌بینن که چه باید بکنند، آقای ولایتی داره از اونها روایت می‌کنه. و مشاور هم در نظام استبدادی در واقع چیزی نیست جز این که توهمات آقا و ارباب خودش رو بیشتر بکنه. حالا حساب بکنید که آقای ولایتی هم که معروف است به دود و دم و اینها، در این کار استاد هست. آقای خامنه‌ای معتقد هستش که شرق در حال طلوع هست، منظورش هم فقط همین چین و روسیه هستن، مالزی، سنگاپور و اونها چون که به هر حال به نوعی به آمریکا وابسته هستن رو مورد نظر قرار نمیده. این سوال الان مطرحه برای من که چرا اینقدر شرق برای رهبر جمهوری اسلامی جذابه؟ والا دو دلیل بیشتر نمیشه براش آورد. یکی این که ترس هست، تو همین حرفای ولایتی هم هست که ما باید با اینا اتحاد نظامی پیدا بکنیم، بحث توسعه و اینها هم در کار نیست. خیلی جمهوری اسلامی علاقمند هستش که مقابل آمریکا بتواند به کسی پناه ببره، حتی مقابل مردم ایران بتواند به کسی پناه ببره. یاد اون باشه که در قرارداد ترکمنچای که با همین روزهای تزاری بسته بودن که امروز هم شبیه همونها هستن، اونجا عهد شده بود که روزها بیایند از ولیعهد ایران بعد از شاه پشتیبانی بکنن. اینا هم همچین چیزی رو میخوان، از یعنی یه استعمار در واقع داوطلبانه. بسیاری از توضیحاتت ممنونم همکارم محمد رهبر اینجا در استودیو با ما همراهی میکرد.